واکنش پرخشمکین ولی فقیه ارتجا در دیدبان وزارت اطلاعات آخوندی. باید و نبایدهای خامنه ای برای برهم زدن توافق با ملل متحد. دولت عراق باید توجه داشته باشد که به صرف این که اعضای این گروه تحت نظر سازمان ملل قرار دارند، نباید حضور آنها را در این کشور تحمل کند. دولت عراق باید برای حفظ منافع ملیش فریب ترفندهای حقوق بشری را نخورده، آنها را محاکمه و مجازات نماید. به دنبال انتشار خبرهای مربوط به احتمال توافق مجاهدان اشرف با طرح ملل متحد، درخواست‌های دولت آمریکا برای جلوگیری از خونریزی و انتقال از اشرف به کمپ آزادی در صورت تضمین‌های حداقل و ضروری امنیتی و حفاظتی، خشم و کین ولی فقیه ارتجا بلادرنگ در ارگان اطلاعات آخوندی بیرون ریخت. در مطلبی که دیکته شده خامنه‌ای و بیت العنکبوت ولایت فقیه است، باید و نبایدهای رژیم آخوندی برای دولت عراق به منظور برهم زدن میز مذاکرات و ممانعت از هر گونه توافق برای جلوگیری از خونریزی به صراحت ذکر شده است، به خصوص که با تخطئه صریح حقوق بشر تحت عنوان فریب و ترفند و همچنین خشم و سوزش علیه کشورهای غربی همراه است و سطر به سطر آن را با تحولات مربوط به بحران سیاسی حاد عراق و درخواست استان دیالی برای تشکیل ایالت نیز مرتبط کرده و آشکارا مالکی را به سرکوب و جنگ افروزی ترغیب می کند که توجه شما را به آن جلب می کنید. ایران دیدبان، دوشنبه 19 دسامبر 2011، 28 آذر 1390. گروه تروریستی مجاهدین که این روزها شرارت را در کشور مسلمان عراق به اوج رسانده است و از تمام ابزار ممکن برای فشار بر مردم و دولت این کشور استفاده می کند تا شاید بتواند شرایط را به دوران صدام برگرداند، با شکست های پیاپی در روزهای گذشته از جمله در تحریم پارلمان و تلاش برای به آشوب کشاندن دیاله و جدا کردن این استان از عراق، متوجه شد که خروج نظامیان آمریکایی باعث تزلزل و خلل در کار این دولت نشده، بلکه مقتدرتر از گذشته با حمایت مردم عراق به کار خود ادامه می دهد. به نظر می رسد که به وسیله این باند قصد گرفتن انتقام از ملت و دولت عراق را داشته باشند. از این رو در روزهای آینده کشور عراق شرایط حساسی را پشت سر خواهد گذاشت و تجربه نشان داده است که دولت مردمی عراق توان عبور از این شرایط را دارد. در این راستا دولت عراق باید توجه داشته باشد که گروه تروریستی مجاهدین بزرگترین دشمن مردم عراق و عامل اول توطئه کشورهایی است که خواهان ناآرامی در عراق می باشند و به صرف این که اعضای این گروه تحت نظر سازمان ملل قرار دارند، نباید حضور آنها را در این کشور تحمل کند. این افراد تا زمانی که در چارچوب این گروه هستند بسیار خطرناک، غیر قابل اعتماد و فاقد هر گونه حقوق اجتماعی هستند. بنابراین دولت عراق نیز باید به تأسی از سیاست همین کشورها و برای حفظ منافع ملیش فریب ترفندهای حقوق بشری را نخورده و آنها را به جرم انجام جنایات بیشمار و تلاش برای سقوط دولت عراق
محاکمه و مجازات نماید.